21 روز تیر ماه برابر با 3 ژوئیه سال 1283 خورشیدی برابر با 1904 میلادی، در گذشت تئودور هرتزل، پایه‌گذار جنبش جهانی صهیونیسم. تئودور هرتزل پایه‌گذار جنبش جهانی صهیونیسم که در خانواده یهودی در شهر بوداپست مجارستان دیده به جهان گشود، پس از مهاجرت به اتریش به تدریج اندیشه گردآوری یهودیان در یک سرزمین با حکومتی مستقل را کم کم مطرح کرده و بر همین اساس کتاب دولت یهود را منتشر نمود. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، 290 مسافر ایرانی، اماراتی، یوگسلاوی، پاکستانی، هندی و ایتالیایی که با پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر با شماره شناسه IR655 فرودگاه بین المللی بندر عباس را به مقصد فرودگاه بین المللی دبی ترک کرده بودند، پس از اوجگیری تا ارتفاع 12000 پایی هدف ناو USS وینسنس نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و در خلیج فارس سرنگون شدند. هرچند در مراحل ابتدایی پرواز تماس خلبان این هواپیما با برج مراقبت فرودگاه بندر عباس و مرکز کنترل راه‌های هوایی ایران و امارات متحده برقرار بود، اما پس از ورود هواپیما به منطقه کنترل هوایی امارات در محلی به نام مولبیتا، ناگهان هواپیما از صفحه رادارهای زمینی ناپدید شد و پس از چند دقیقه بیخبری ناگهان مقامات آمریکایی خبر انهدام یک فروند هواپیمای F-14 ایران توسط ناو جنگی وینسنس آمریکایی به کاپتانی ویل راجرز را منتشر کردند. در جلسه فوق‌العاده شورای ایکائو یا همان سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری که به همین منظور برگزار شد، تیمی حقیقت‌یاب برای بررسی عواملی که منجر به سرنگونی هواپیمای 655 شده تشکیل شد و پس از چندی در گزارش این کمیته اعلام گردید. مجموعاً 11 مورد اخطار از سوی کشتی‌های جنگی آمریکا به هواپیمای ایرانی داده شد که 7 مورد بر روی طول موج‌هایی بود که تنها مخصوص هواپیماهای نظامی است و هواپیماهای ایرباس تجهیزات لازم برای شنیدن آنها را ندارند. گزارش تیم تخصصی ایکائو مشخص می‌کند که در دقایق آخر حمله به هواپیما، کارکنان ناو سایتس فریاد زدند هواپیما تجاری است، صبر کنید. در همین زمان یکی از افسران وینسنس نیز گفته هواپیما تجاری است، اما ویل راجرز ناخدای ناو وینسنس تصمیم می‌گیرد که موشکش را پرتاب کند. ناخدا دوم کارسون، فرمانده سابق ناو سایتز، نیز در این مورد عقیده دارد که ایرباس ایرانی علاوه بر علائمی که مبنی بر غیر نظامی بودن خود می‌فرستاده، با سرعت کمی در حال اوج گرفتن بود و حتی اگر یک جت F-14 بود هم باز من تردید دارم که می توانست تهدیدی هرچند سطحی را متوجه ناوهای آمریکایی یا هر شناور دیگری کند، چرا که هواپیماهای F-14 ایران مجهز به سلاح‌های هوا به زمین نبودند و در عین حال اپراتورهای رادار ناو هواپیمابر فورستال نیز هواپیمای مزبور را به عنوان یک هواپیمای بازرگانی شناسایی کردند و جت‌های جنگنده F-14 مستقر بر روی ناو فورستال هم می‌توانستند در صورت درخواست کاپتان راجرز برای شناسایی چشمی هواپیمای ایرانی به پرواز درآیند.